سلام بچه ها. سلام، چطورید؟ آقا این زاویه دوربین باید خیلی بهتر از اینا می بود، ولی مسئله اینه که من این استیکر و این چوبی که دوربین رو بهش وصل میکنم و جا گذاشتم اون خونه، خونه ای که الان مشتبه توشه، الان من توضیح میدم دیگه تو این بلاگ. و مشتبه اگه این ویدیو رو میبینی، حالا بعد ویدیو بهت پیام میدم، اون چوبه رو بردا بیار. و خیلی سختی کشیدم که الان اینو کجا بذارم دوربینو، هی گذاشتم اون بالا این ورون ور، دیدم زاویه خوب نمیشه. الان از این زاویه راضی نیستم، زاویه زیاد جالبی نیست، میتونست بهتر باشه، ولی دیگه گفتم دیگه امروز باید این ویدیو رو بگیری. الان دو سه هفته است که وقتشه من این ویدیو رو بگیرم و هی نمیگیرم، هی میگم کار دارم. واقعا خیلی کار داشتم این دو سه هفته، ولی اینا بهانه است، چون حرف زدن از اینجور چیزا، جامعه بهت میگه حرف زدن اینجور چیزا سخته و معمولا با توجه به شناختی که از بقیه داری و میبینی چه اتفاقاتی براشون میفته وقتی از اینجور اتفاقات رد میشن، یه جورایی یه ترسی با تا یه استرابی با حتی که حرف زدن اینجور چیزا سخته، در صورت که حقیقتا واسه من سخت نیست حرف زدن، ولی خود ماجرا شاید سخت باشه. حرف زدن ازش سخت نیست، ولی خب دیگه یه چیزیه که توی ناخودآگاهته. و امروز به خودم گفتم اگه امروز دیگه این ویدیو رو نگیری خیلی دیگه مضطرب میشی تو زندگیت، امروز باید این ویدیو رو بگیری. برای همین دیگه به این زاویه من الان اوکی ام، میذارم اوسیدیم بره کنار، فعلا اوکی با همین زاویه پیش میریم. ببخشید اگه زاویه خیلی جالبی نیست. خوش اومدید، چقدر حرف زدم. خوش اومدید، خوبید؟ ببخشید که من مدت زیادی نیستم، لازم بود که نباشم اینجا، چون که داشتم زندگی ما راست و ریست میکردم، داشتم به زندگی میرسیدم، لازم بود که یه مقداری از یه فضاهای دور شم، از به یه فضاهای نزدیک شم. بر اساس نیاز شخصی خودم خیلی تصمیم گرفتم، خیلی خودخواهانه بر اساس نیاز شخصی خودم تصمیم گرفتم. و هر از گاهی هم پیاماتون رو میدیدم توی یوتیوب و ماچ بهتون، قربونتون بشم، مرسی که میاد ابراز دلتنگی میکنید، واقعا ممنونم ازتون. منم خیلی 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 دلم برای این فضا تنگ شده بود و سعی میکنم که بعد از این ویدیو برگردم به ولاگ ها و بیشتر با هم که حرف بزنیم و اینجور چیزا. خلاصه که خوش اومدید به این ویدیو، بیام جلوتر باهاتون حرف بزنم. بچه خیلی حرف دارم واقعا، امیدوارم که بتونم خلاصش کنم و واقعا ممنون میشم که تا آخر ویدیو رو ببینید، بعدش کامنتی چیزی خواستید بذارید، همه چیز رو بشنوید. سالی که گذشت خیلی بچه سال عجیبی بود برای من و مشتبه، برای همه ما ایرانی ها اول از همه عجیب بود، چون به خاطر انقلاب، اتفاقاتی که در ایران افتاد، سوگی که همش با همون همراه بود و خب اینجا هم توی ولاگ های قبلی دیدید، همه همون خیلی تحت تاثیرش بودیم و هستیم همچنان. سال بسیار سختی بود، ولی جدا از اون، حالا توی این ولاگ میخوام به اون بخش شخصی زندگی بپردازم. سال بسیار سختی برای من و مشتبه بود، نه از لحاظ غمگین بودن، واقعا سال غمگینی نبود، مثل همه سالهای زندگی هم غم داشت، هم شادی داشت، هم هیجان داشت، هم ملال داشت، همه اینا با هم مثل همیشه ترکیب بود. اما سال سختی بود از لحاظ اینکه لازم بود هر دومون قوی ترین ورژن خودمون رو به نمایش بذاریم واقعا، و شاید به خاطر اون صلحی که بینمونه، اون احساس دوست داشتنی که بینمونه، اون احساس صمیمیتی که بینمونه، تونستیم بهش دست پیدا کنیم و قوی پیش رفتیم. من راضیم از مدلی که پیش رفتیم، اما سخت بود، هر دومون سختی کشیدیم که خب سختی انتخاب خودمون بود، به هر حال یه تصمیم سخت گرفته بودیم. آدم تصمیم سخت و بزرگ که میگیره باید پاش واسته دیگه، چاره ای نیست غیر از این. قضیه هم حالا میخوام برگردم براتون تعریف کنم که چطوریا بود. قضیه هم از این قرار بود که ما 12 سال داریم با هم زندگی میکنیم، 12 سال با هم دیگه بودیم، بیشتر از 12 سال با هم بودیم، 12 سال فقط با هم زندگی کردیم، حدود 15 سال ما با هم بودیم. و دیگه از تقریبا 1.5 سال پیش، شاید یک کمی بیشتر از 1.5 سال، تصمیم گرفتیم که اون بخش از زندگیمون، بخش ازدواج برای ما تموم شده و باید تمومش کنیم، ازش بزنیم بیرون، دنبال تجربه دیگه توی زندگیمون بریم. و خیلی تصمیم سختی بود، خیلی خیلی تصمیم سختی بود، به خاطر اینکه
اگر منو بشناسید، ما رو بشناسید، احتمالاً میدونید که من و مشتاق چقدر معتاد به کنار هم بودن بودیم توی تمام این سالها. به خاطر این از همه بیشتر فکر میکنم سختیش بیشتر از همه این بود که خیلی توی این پروسه دلتنگی به همون فشار آورد، ولی خب به هر حال هر دومون میدونستیم که کار درستیه و روی تصمیممون موندیم. همون یه سال و نیم پیش که بچه ما این تصمیم رو گرفتیم، نشستیم با هم صحبت کردیم که خب از چه راهی پیش بریم و طبق معمول از راه خودمون پیش رفتیم. ما معمولاً کاری نداریم که بقیه چی میگن، جامعه چی میگه، الگوریتمی که همیشه آدمو باید بر اساسش پیش برن چیه. ما معمولاً لجبازیم تو اینجور چیزا و میخوایم مدل خودمون باشه همه چی، و مدل خودمون پیش رفتیم و یه شناخت خوبی از خودمون داریم. شناخت خیلی کمکمون کرد، با اون شناختی که از خودمون داشتیم و اون احساس وابستگی که به هم دیگه داشتیم، برای اینکه آسیب نبینیم گفتیم پله به پله، قدم به قدم این مسیر رو پیش بریم. به خاطر اینکه فقط اون وجه برای ما تموم شده بود، وجه ازدواج تموم شده بود واسه ما دوتا، اما خب همچنان رفیق هم بودیم، همچنان پارتنر شغلی هم هستیم، همچنان رفیقیم. اون صمیمیت بود، اون احساس نیاز به دوستی که بینمون هست بود و اینا رو نمیخواستیم از دست بدیم. و از طرفی میدونستیم که چقدر به هم وابسته ایم و این وابستگی میتونه چقدر آسیب بزنه به همون، چون مجبوریم حالا دیگه از هم دور باشیم چون تصمیممون اینا. برای همین گفتیم قدم به قدم پیش بریم. اول از همه رابطه‌مون رو اوپن ریلیشنشیپ کردیم، گفتیم اوکی هر کسی بره سراغ رابطه‌های دیگه، چیزای دیگه رو تجربه کنه. این آزادی رو به هم دیگه دادیم. اول از همه رفتیم سراغ این قضیه که چقدر تجربه عجیبی بود. فکر میکنم فقط کسانی که این تجربه رو داشتن واقعا میتونن به سختی هاش اشاره کنن، میتونن به این که چقدر تجربه عجیبیه و چقدر هم بهت شناخت میده، همین که چقدر میتونه مناسب تو نباشه یا مناسب تو باشه. یعنی واقعا چقدر به آدم این شناخت رو میده که تو اصلا این نوع رابطه برای تو مناسبه یا نیست. خلاصه خیلی تجربه عجیبیه. بعد تجربه این که میبینی که یه نفر دیگر رو هم میتونی دوست داشته باشی. فکر میکردی که مثلا عاشقی یک باره از اینجور چیزا، میبینی که نه، یه سری چیزا هی تو ذهنت تغییر میکنه. یعنی یه سری ایده ها، یه سری ایده هایی که از کتابا اومده تو ذهنت، از دنیای دیسنی اومده، ولی اینا هی تو ذهنت دچار تغییر میشن. خلاصه خیلی برای تغییر حسی و فکری میاره. خلاصه با انتخاب همدیگه رفتیم سراغ این ماجرا، پله به پله پیش رفتیم. اول اینطوری احساس وابستگیمون رو به هم کمتر کردیم، رفتیم سراغ رابطه های دیگه. تو اون رابطه ها خودمون رو، بُعدهای جدیدی از خودمون رو هر کدوممون کشف کردیم، تا وقتی که دیدیم که اوکی الان آمادگیشو داریم که یه پله بزرگتر برداریم و خونه ها رو جدا کنیم، یک کمی این فاصله رو بین خودمون زیادتر کنیم. که بچه ها این سخت‌ترین قسمت ماجرا بود واقعا. من فکر کنم برای هر دومون سخت‌ترین قسمت ماجرا بود، چون دیگه اینجا اون دلتنگی واقعی شروع شد و اینجا بود که دیگه ذهنت باید قبول میکرد که یه داستان زیبای، واقعا زیبای 12-13 ساله تموم شده اون بخشش و باید تو با این تموم شدنه کنار بیای، باید بپذیریش. این قسمتش واقعا برای من از همه سخت‌تر بود. فکر میکنم برای مشتبه هم خیلی سخت بود بر اساس چیزی که دیدم و حالا اون قسمت هایی که با هم به اشتراک گذاشتیم. و یه مسئله دیگه این بود که اون شرایط ایران، بچه ها شرایط انقلاب، شرایط اون همه آدمایی که جونشون از دست رفت، این وسط یه مقداری به من این حس رو میداد که خیلی توی غم و غصه زیادی از حد نرو، به خاطر اینکه غم و غصه واقعی اونه. میدونید چی میگم؟ نمیدونم متوجه میشید حسمو. یه حس بدی که همه ماها داشتیم سال پیش در مورد هر کسی که کشته میشد، هر کسی که زندانی میشد توی ایران، این حسه مدام توی این ماجرا هم با من همراه بود که شاید یه جایی حتی کمکم کرد که زیادی تو غم و غصه نرو، چون اون غم و غصه خیلی بزرگتره از غم و غصه شخصی تو. تو زنده ای و فرصت زندگی داری و روح و روانت رو یه حکومت
جنایتکار میدونی به دست نگرفته، یعنی مدام این تو ذهنم تکرار میشد. شاید خیلی نمیدونم، شاید خیلی حس پر تناقضی باشه، ولی انقدر ما توی سال پیش مرگ دیدیم جلوی چشممون، قبلش هم کرونا بود، مدام هی مرگ دیدیم. حس میکنم که کلن مرگ آگاهی توی من حداقل خیلی بالا رفته بود، یعنی مدام توی ذهنم این بود که زندگی خیلی کوتاهه و باید تا زنده هستی به اون شکلی میخوای ازش استفاده کنی. که اون وسط ها، حالا اگر خیلیاتون با من همراه باشید میدونید که من یه دکترم به هم گفت که یه احتمال سرطان داری، رفتم به خودش یه عمل کردم و الان حالم خوبه، نگران نباشید. و مرسی از اونایی که این مدت هی حالمو میپرسیدن، حالم خوبه خوبه و آزمایشام همه اوکی بوده و دیگه اون خطره از بین رفته. ولی اونم میخوام بگم که اونم این حس رو به من داد که زندگی کوتاهه و تو باید مثل همیشه تمرکزت روی این باشه که اونی باشی که میخوای، کارایی رو بکنی که میخوای، و زندگی کوتاه‌تر از اونیه که تو بخوای به خاطر فشارهای اجتماع، به خاطر حرف مردم، به خاطر قضاوت‌های بیجا، به خاطر اینجور چیزا خودتو پنهان کنی، خودتو سانسور کنی. خیلی زندگی کوتاه‌تر از این حرفاست. شاید این ماجراها از لحاظ فکری خیلی به من حداقل کمک کرد توی این مسیر. آره، من الان توی خونه دیگه هستم، خونه هامون جدا هست، هر از گاهی میرم اونور با هم دیگه کار میکنیم، ضبط میکنیم، دوره ها رو ضبط میکنیم، چون همچنان اتاق کارمون اونوره. و خیلی خب عجیب غریبه و ما ترجیح دادیم که این یک سال و نیم در موردش سکوت کنیم، خودمون پیش بریم، حتی به خانواده هامون نگیم، چون انقدر ماجرا سخت و سنگین بود برامون که نمیتونستیم این ریسک رو بدیم که احساسات آشفته دیگران رو بخوایم تحمل کنیم. چون قطعا همچین چیزی آدمای اطرافتو آشفته میکنه، خب طبیعتا آشفته میکنه چون دوست دارن، حتی فالوئراتو، یعنی حتی کسانی که دنبالت میکنن رو آشفته میکنه به چند دلیل. یکی اینکه دوست دارن، لطف دارن، یکی اینکه به زندگیشون حس ناامنی میده چون از تو یه امنیتی میگرفتن، مثلا از رابطه تو امنیت میگرفتن، حالا میبینن که تو تصمیم گرفتی اون رابطه هر رو یه بخشش رو تموم کنی، پس اون امنیت حسش براشون از بین میره و براشفته میشن و یا هم ممکنه که نتونن خودشونو کنترل کنن و یه رفتاری نشون بدن که روی تو یه فشار روحی بیاد، الکی واقعا که به تو ربطی نداره این ماجرا، روی تو این فشار بیاد. یه دلیلش اینه که خب هر از گاهی هم از این تیرا به من میخورد دیگه. یکم یه چیزی هم اون وسطا که دیگه آدمایی که دوستت ندارن، آدمایی که ازت متنفرن به هر دلیلی، حالا به هر دلیلی خوششون نمیاد از تو و میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، میخوان مثلا دلایلی که نمیدونن رو اصلا بیارن وسط، میخوان به یکی یه تهمتی بزنن این وسط، که این بخشش واقعا بچه از همه بخش کثیف‌تریه و من واقعا احساس تأسف میکنم واسه کسانی که همچین کارایی میکنن. خیلی هم سعی کردم که هر جایی که اینجور چیزا رو دیدم فقط یه احساس تأسف کردم و رد شدم، اوکی، چون واقعا چه اهمیتی داره. حداقل مشتبه برای من اینطوری، مشتبه جز پاکترین آدمایی که من توی زندگیم دیدم، به نظر من جز پاکترین آدم هایی که در سطح زمین وجود داره. و این رابطه‌ای که ما داشتیم، رابطه 12-13 ساله‌ای که ما داشتیم، به قدری رابطه امن و صادقانه و زیبایی بوده که ما انقدر سریع بعدش تونستیم وارد رابطه دیگه بشیم. یعنی هیچ کدوممون این حس رو نداشتیم که از رابطه خسته ایم، یه مدتی اصلا دیگه با آدم ها نباشیم، هیچ رابطه عاشقانه‌ای رو شروع نکنیم، عشق رو بذاریم کنار، از عشق خشمگین باشیم. اصلا این خشمه در ما وجود نداشت، به خاطر همین، به خاطر اینکه خیلی ما سالهای زیبایی رو کنار هم گذروندیم. و وقتی که تصمیم میگیری که یه چیزی رو پایان بدی، شبیه به همچین چیزی، همچین داستانی رو پایان بدی، اون چیزی که من متوجه شدم اینه که آدم‌ها مکانیزم دفاعیشون در مورد جدایی اینه که خیلی اون نکته های منفی رو برجسته کنن، نکته های منفی رو پیدا کنن و برجسته کنن راجع به اون شخص دیگه، مثلا بگم فلانی دروغگو بوده، فلانی نمیدونم یه چیزایی مثلا بچسبونن به هم دیگه و
احساس بد پیدا کنن و با اون احساس بدی که راجع به اون طرف پیدا میکنن بتونن ازش مووان کنن، ازش رد شن، یعنی اون کمکشون کنه که رد شن. واقعا هم کمک کننده است، میدونم، یعنی واقعا به مشتبه داشتم میگفتم، یه بار میگفتم اگر ما مثلا با هم دعوا میکردیم، دعواهای بد داشتیم، یا به هم خیانت کرده بودیم، یا به هم دروغ گفته بودیم، یا از هم خیلی دل شکسته بودیم، شاید جدایی برای ما خیلی آسون تر میشد. شاید اصلا یه بخش این که انقدر جدایی به ما یه فشار روانی خاصی آورد همین بود که ما شاید اگر این تصمیم رو نمیگرفتیم و همچنان کنار هم میموندیم، همچنان هم میتونستیم 60% با شادی کامل زندگی کنیم. منطقه ما آدم های جاه طلبی هستیم، امبیشسیم، امبیشس اونقدر منفی نیست توی انگلیسی، ولی ترجمهش جاه طلب در فارسی خیلی منفیه به نظرم. دیگه شما میدونید چی میگم دیگه، منظورم میگیرید. ما آدم هایی هستیم که میخواییم بریم دنبال خواسته هامون و منطق خاص خودمون رو داریم و خوشبختانه توی این منطق خیلی با هم مشترک بودیم. تمام این سالها مشترک بودیم، در تصمیم نهاییمون هم مشترک بودیم. به خاطر اون فشارهایی که بهت وارد میشه از اطراف و من اون فشارها رو میشناسم چون سالهاست اکانت پابلیک دارم، بارها به خودم یادآوری کردم که اگر تو امروز این هستی، اگر یه قدرتهایی توی خودت میبینی که میتونی جلوی یه سری حرفا باشی، واستی، ردشی، از یه سری آدم ها ردشی، یه سری آدم ها رو ببخشی، اصلا کاری نداشته باشی بهشون، یه سری چیزا رو بشنوی، اهمیت ندی، هر چی هستی الان به خاطر همین اکانت پابلیکیه که داشتی، به خاطر اینه که این اکانت پابلیک آستانه تعامل تو بالا برده. و یه دلیل دیگه که بچه ها تا الان ترجیح دادیم صبر کنیم و بعد من الان بیام دیگه حالا توی این ویدیو اینطوری اعلام کنم، یه دلیل دیگهش برامون حس سوگواری بود که اطرافیان به آدم ها میدن. قطعا کسانی که جدا شده باشن میدونن من چی میگم، یعنی میدونن که در اون پروسه جدایی که بودن اطرافیانشون که حالا دوستانشون، خانوادهشون، یه جاهایی چقدر حس سوگواری و روزخونی و حس قربانی شدن و حس غم رو در اونا زیاد کردن، یعنی باعث شدن که اون روزها براشون سخت‌تر بگذره. مطمئنم کسانی که این پروسه رد شدن این قضیه رو متوجه میشن. حالا من یه عالمه فالوورم دارم که باهاشون احساس صمیمیت دارم، یعنی میان با من حرف میزنن و این حسه هست دیگه. دوست نداشتم بچه ها من این حسه رو بگیرم. من یه آدمیم که کلن آدم شادیم، کلن من در زندگی آدم شادیم، از بچگی شاد بودم، هنوزم شادم، هر چقدرم غم و غصه داشته باشم بازم تهش برای من شادیه، برمیگردم به همون شادی که داشتم و برای من خیلی مهمه اون قضیه. من آدمیم که از روزه خوندن بدم میاد، از در جوار غم موندن بدم میاد، از اینکه مقیم جزیره غم باشم برای مدت طولانی واقعا بدم میاد و این رو اعصابم میره. به خاطر همین بچه‌ها من دلم نمیخواست که توی اون شرایطی که همچنان ما ضعیف بودیم، به قدرت الانمون نبودیم، چون الان خیلی دیگه مووان کردیم، الان حال هر دومون خیلی خیلی بهتره، ولی تو اون شرایط ضعف دلم نمیخواست تحت تاثیر غم و اندوهی باشیم که از دیگران به ما وارد میشه. به خاطر این ترجیح دادیم که یه دوری رو داشته باشیم و راجبش حرف نزنیم، یعنی به خاطر این بود که از خودمون محافظت کنیم و مراقبت کنیم و حتی بعد یک سال به خانواده هامون کم کم بگیم. این قضایا بود. و آره، آدم خیلی به شاید توی این پروسه وقتی من به خانوادم گفتم، به مام بابا، و چقدرم قشنگ برخورد کردم، چقدر لذت بردم من برخوردشون. یادمه که بابام بهم گفتش که حالا تو اون ته اون ویدیو کالی که با هم داشتیم، که من بهشون گفتم، با هم گریه کردیم، با هم خندیدیم، با هم حرف زدیم، خیلی ویدیو کال قشنگی بود. و یادمه که بابام یه جایی به من گفتش که من فقط ازت یه سوالی دارم، الان خوشحالی؟ گفتم آره خوشحالم، نگران من نباش. گفت من همینو میخوام که خوشحال باشی. و اون حمایتی که از طرفشون دریافت کردم، و میدونم چقدر هم واسه اونا سخته به خاطر اینکه خیلی اونا باند عاطفی دارن، هم با رابطه ما باند عاطفی دارن، هم با مشتبه رابطه عاطفی دارن، که البته که قرار نیست این رابطه قطع بشه، ولی
خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی دوستش دارم، که خب حقم دارن چون مشتاق پسر ماهی، پسر نازنینیه واقعا، و خیلی ناراحتش بودن، یعنی ناراحت اون، نگران اون بودن چون مشتاق از من درونگراتر، به اندازه من حرف نمیزنه، به اندازه من بروز احساسی نداره و زیادم آدم خانواده نیست، یعنی بازم من با خانواده بیشتر حرف میزنم تا اون، ولی خیلی قشنگ پذیرفتن. یعنی من کلن از برخورد خانواده ها خیلی لذت بردم و درس گرفتم. خواهر مشتبه چقدر دلم واسش تنگ شده، مدت هاست ندیدمش، کاش ببینمش زودتر، چقدر قشنگ برخورد کردن توی این ماجراها. خلاصه اینکه اینا بخشای خیلی جالبی بودن بچه ها توی این سالی که گذشت، یه بخشایی بودن که در کنار غمی که داشتی یه احساسای خیلی خیلی تمیز و قشنگی به دست میداد، یهو حس میکردی که چقدر آدم درست دورو بر منه، چقدر آدم زیبا من میشناسم اطرافم، چقدر آدم ها حامیان، چقدر روشن ذهنشون، چقدر کنارتن. غیر از این دوستام خیلی احساس خوبی داشتم که دوستای انقدر خوبی دارم، یعنی دوستام خیلی کنارم بودن، خیلی توی این پروسه بدون قضاوت کنار ما بودن، میدونید نیازی ندیدن که یه تیمو انتخاب کنن پشت اون سر اون یکی حرف بزنن، خیلی تمیز بودن، خیلی رفتارشون تمیز بود، نیازی ندیدن که از یه مسئله استفاده کنن و بعد کثیف کنن ماجرا رو، چون آدم های اینجوری هستن، اطرافت میبینیشون و اینجور ماجراهای بزرگ که تو زندگی آدم اتفاق میفته به نظر من همیشه یکی از بهترین نقطه هایی که آدم های اطرافت رو بشناسی، که بدونی چه کسایی پشت سرت چه چیزایی میگن، نه اینکه اهمیت بدی، صرفا برای اینکه بشناسیشون و وقت نذاری روی نزدیک شدن به اون آدم ها، یا وقت نذاری روی حرفاشون و هیچی، شناختت کامل شه ازشون رد شی. میخوام بگم من این شانس رو داشتم که دوستان نزدیکم آدم های خیلی پاکی هستن و آدم هایی هستن که میشناسنت و روی اون شناخته تصمیم میگیرن راجع به تو، درگیر درامایی که داره پیش میاد نمیشن، میدونید این خیلی به من احساس آرامش داد. از اون طرف یه سری از شماها ماجرا رو میدونید، بیشتر بازش نمیکنم و مرسی که شما هم بیشتر بازش نمیکنید، شماهایی که میدونید، و میخوام از شماها هم تشکر کنم، از اون گروهی که میدونستن خیلی زیادم هستن، ولی تشکر کنم ازتون به خاطر اینکه خیلی به من پیام دادید، خیلی همراه بودید، چقدر یه جاهایی تجربه هامون مشترک بود، چقدر راجع به این اشتراک حسی حرف زدیم، چقدر همراهی کردید، چقدر حمایت کردید. واقعا ممنونم ازتون که توی اون لحظه ها فکر کردید که باید حامی من باشید و به من انرژی بدید و ممنونم واقعا ازتون. امیدوارم بتونم براتون جبران کنم. آقا سخت در این چیز این ماجراها بچه ها اینه که هویت های مستقلمون رو تشکیل بدیم. بعد از این همه سال که هویت ما یه جورایی در هم تنیده بوده، حالا هر کدوممون هویت مستقلمون رو باید تشکیل بدیم و پذیرش اطرافیانمون هم باید داشته باشیم دیگه، یعنی باید اطرافیانمون هم بپذیرن که بابا ما دو تا آدم مستقل هستیم و صرفا اینکه تصمیم گرفتیم یه بخشی از یه داستانی رو تموم کنیم دلیل نمیشه که اتفاق بدی افتاده باشه، دلیل نمیشه که یکیمون آدم بدی باشه، دلیل نمیشه که یکی کار بدی کرده باشه، هیچ کدوم از اینا نیست واقعا، دلیل شخصی برای خودمونه و فقط یه حسیه که بین من و مشتاق بوده، حسی که حس کردیم که انقضا پیدا کرده و ما راحت تریم که بریم یه بخشای دیگه از زندگی رو تنهایی تجربه کنیم بعد از این. و یه چیز دیگه که این وسط بچه ها خیلی عجیب غریبه، باز اونایی که جدا شدن یا رابطه‌ای داشتن که بریک‌آپ خیلی عمیقی داشته میفهمن من چی میگم. اون قسمتیه که تو مجبوری بری یه سری عکس‌ها رو پاک کنی یا آرشیوشون کنی به خاطر رابطه جدیده، به خاطر احترام به اون آدمی که باهاش بودی، اون آدم هم میخواد بره رابطه‌های جدید داشته باشه، تو باید بهش احترام بذاری، نه باید اون قسمت از داستان رو باز نگه داری، میدونی باید ببندیش. یه سری چیزها رو برای خودت پاک کنی، یه سری چیزها رو آرشیو کنی، اون قسمت خیلی سخته، یعنی
من یادمه سر اون قسمت من با مشتاق بهش زنگ زدم، باش حرف زدم، گفتم میخوام کار بکنم و اینا، یه سری عکسام رو پاک کنم و اینا. گفت آره کار درستی و اینا. گفت امیدوارم خیلی اذیت نشی، چون من خیلی اذیت شدم وقتی رفتم این کار بکنم. گفتم آره میدونم که اذیت میشم، ولی خب ما هر دومون آدمای بزرگی هستیم، آدمای منظورم بزرگ نیست، منظورم اینه که آدمای بالغی هستیم، بچه نیستیم و تصمیم اونه دیگه، روش و واسیم دیگه، کارش نمیشه کرد. و یادم مشتاق بهم گفت آره آفرین و زندگی زیباست، باید به اون قسمتش توجه کنیم. یادم این حرفشو. آره اون قسمت خیلی قسمت سختی بود برامون، که همچنان هم هست، که پرونده یه سر چیزا رو ببندیم و کم کم مووان کنیم، رد بشیم. این کلمه تو انگلیسی خیلی قشنگه به نظرم، مووان، که بتونی رد بشی و ادامه بدی زندگی رو. این خیلی کلمه قشنگه واقعا، برسی به اونجا دیگه که این کار رو انجام بدی. و یه سری از یه سری آزار و اذیتایی که از اطرافت میگیری که خیلی وقتا ناخودآگاهه، طرف نمیخواد آزارت بده، داره حالا اون پرسپشن خودش رو میریزه روی تو، اون ایده‌ای که خودش از زندگی داره. فرضاً یه نفر ایدهش از زندگی از عشق یک داستان سیندرلاییه و تو با خراب کردن اون داستان برای اون آدم بهش فشار آوردی، اون آدم زندگی تو رو دیده، بعد که دیده تو همچین تصمیم میگرفتی احساس بدی بهش دست داده، چون تو اون ایده عشق رو توی ذهنش تکون دادی و عصبانی شده ازت و بعد یه حرفایی بهت میزنه که حرفای قشنگی نیست، میاد اون فشار روحی رو میخواد رو تو تخلیه کنه چون خودش ظرفیت روانیشو نداره. اینا رو خیلی وقتی اکانت پر از آدم داری داره، خیلی این چیزا برات پیش میاد و باید یاد بگیری که یا ازشون رد شی یا بلاکشون کنی یا نمیدونم، میدونی آسیب نبینی دیگه، از خودت مراقبت کنی که آسیب نبینی. و اینکه آدمایی که اون وسط میخوان، میدونی این بر من بخشش بچه ها خیلی جالب بود، باز برمیگردم به همون ایده‌ای که آدم‌ها از جدایی دارن، که وقتی جدایی براشون پیش میاد تمام خوبی‌های قبل رو میخوان نفی و انکار کنن. یعنی من فهمیدم تو رابطه‌های خودشون این کارو میکنن، خیلی‌ها فکر میکنن که دیگه تو اون 12 سال قبلی دروغ بوده واسط، پس اونا چی بود؟ آها اونا چی بود؟ پس اونا دروغ بود؟ نه اونا دروغ نبود، اونا هم راست بود، اونا عمیق بود، فوق‌العاده بود، زمان انقضاش رسید، تموم شد، حالا داستان دیگه شروع شده برای ما. That's it. این که بخوای لحظه های زیبای گذشته رو روش خط انکار بکشی یا نفیش کنی یا دنبال این بگردی که بگی اونا دروغ بودن، اونا وجود نداشتن، اینا چیزاییه که من شخصا اصلا دوست ندارم و بسیار بی احترامی بزرگی میدونمش در حق اون کسی که من این همه سال باهاش زندگی کردم و اینقدر برای من محترمه. یعنی این آدم که من این همه سال باهاش بودم اینقدر برای من محترم هست که اگر کسی پشت سرش بد حرف بزنه از چشم من میفته، تموم میشه واسه من اون آدم، اهمیتی دیگه برام نداره، به خاطر اینکه راجع به کسی حرف زده که من این همه سال شناختمش و میدونم که چقدر آدم محترمیه. خلاصه این بخشای پرتنشی هم باید قبول کنی که این انتخابی که کردی انتخاب پرتنشیه و تنش میاره به زندگیت و ممکنه آدم ها وقتی شوکه میشن یه احساساتی از خودشون نشون بدن که نباید نشون بدن و آزارت بدن با احساساتشون، ولی دیگه باید بگذری، باید یاد بگیری بگذری. و حقیقتشو بهتون بگم بچه ها، شاید من 40% یاد گرفتم که اینجور چیزا بگذرم، همچنان حس میکنم میتونم بهتر بشم توش، ولی شاید یه 40% خوب شدم توش، از خیلی چیزا میتونم بگذرم، میتونم رد شم و اهمیت ندم و وقتم رو نذارم روش. خلاصه این دیگه بچه ها، این نمیخوام خیلی ویدیوی طولانی بشه، میدونم که شما هم حرف زیاد دارید بزنید، خواهش میکنم ازتون بچه ها که دنبال جبهه گیری نباشید در چنین مسئله ای. خیلی خیلی ما دوتا، من و مشتاق، برای هم احترام قائلیم، خیلی همو دوست داریم، دوستای بسیار خوبی برای هم بودیم همه این سالها، همچنان هستیم و خیلی این مسئله بر هر دومون مهمه. یعنی نمیتونیم بی احترامی به همدیگر رو تحمل کنیم از طرف دیگران و خواهش میکنم که
ببخشید اگه ناراحتتون کردم با این ویدیو، ببخشید اگر میدونم خیلی از شماها خیلی دوست داشتید ما رو کنار هم ببینید همیشه و از این کنار هم بودن خیلی لذت بردید و ممنونم از حسی که همیشه به من منتقل کردید، ولی خواهش میکنم که بپذیرید که اینا انتخابای شخصی هم چه در مورد من و مشتبا، چه در مورد هر کسی اطراف شما که همچین انتخابی داشته باشه و صرفا باید انتخابای شخصی باقی بمونن و حس غم و غصه به آدمایی که دارن توی این پروسه میرن ندید، کنارشون باشید فقط، که فکر میکنم خیلیاتون هستید با توجه به اون کامیونیتی که من اطرافم دارم و اون همه آدم خوبی که دیدم این مدت، فکر میکنم خیلیاتون حامی های بسیار درستی هستید در زندگی. ولی حالا به عنوان کسی که این پروسه رو تجربه کرده، از طرف اونایی که در این پروسه هم میگم که استرس آدمایی که دارن جدایی رو ازش رد میشن و دارن تجربهش میکنن و بالا نبرید و بهشون احساس غم و غصه ندید، احساس فقدانشون رو بیشتر نکنید، چون قطعا این احساس هست خیلی وقتا هست دیگه، یعنی یه چیزایی رو ما با هم ساختیم 12-13 سال، باید بذاریشون کنار رد شی. برای من اوکی بود، من رد شدم. خیلی از من پرسن چطوری، مثلا از اون خونه‌ای که ساختی چی، اون خونه‌ای که به اون خوشگلی فلانش کردی. آره منم دلتنگ اون خونه میشم، این چیزا طبیعیه، اما اولویت هام در زندگی متفاوته. من اولویت هام هیچ وقت خونه نبوده، اولویت هم چیز دیگه یه، دنبال اون اولویته میرم، فقدان اون بخش رو هم میپذیرم که برای اون بخش هم سوگواریمو بکنم، تموم شه بره، برگردم سر کار و بارم. این از این دیگه. الانم حالم خوبه دیگه، الان که من باهاتون صحبت کنم و گفتم دیگه وقتش شده که باهاتون حرف بزنم، حالم واقعا خیلی خوبه، خیلی خیلی حالم خوبه به خاطر همه اون چیزایی که بهتون گفتم این مدت، دوستام، نمیدونم نحوه هندل کردن خودمون دوتا، خوب از پسش برمدیم، راضیم از این پروسه که با هم طی کردیم، انقدر در صلح و آرامش و زیبایی گذشت و حالمون خیلی خوبه الان. حال من که خیلی بهتره الان و برگشتم سر کار و بارم. اگر در جریان باشید، دوره ها رو دادم بیرون، دوره های جدید رو دارم، رو دوره جدید کار میکنم. این خودش واسه من خیلی نشونه خوبیه. خونه جدیدم رو دوست دارم که حالا بعدم بهتون نشونش میدم و از اینجور مسائل دیگه. دیگه خیلی وقتتون رو نگیرم، مرسی که تا آخرش موندید، گوش دادید، ممنونم ازتون، کامنتاتون رو میخونم. اگر کامنتی ببینم که با قوانین ذهنی من الان نمیخونه، با اون چیزایی که بهتون گفتم، پیشاپیش معذرت میخوام که پاکش میکنم و یا بلاک میکنم فرد رو، ببخشید که اینا رو دارم میگم. من هیچ وقت این زبان تهدیدی رو دوست نداشتم و ندارم، ولی این یه مسئله‌ایه که خیلی برام مهمه که پاکیزگی درش باقی بمونه، چون ما خیلی این مسئله برامون مهم بوده و اون احترامی که به هم داریم اجازه نمیده که این پاکیزه نبودن از بین بره. خلاصه پیشاپیش معذرت میخوام اگه همچین چیزی پیش اومد، بدونید که شخصی نیست، شخصی سازی نکنید، فقط بدونید که من نیاز دارم که محیط اطرافم رو از لحاظ ذهنی محیط پاکی نگه دارم. همین. مرسی ازتون، متشکرم ازتون و میبینمتون به زودی. فعلا.